ممنوعیت هجاب در اروپا جنگ علیه ادیان است رئیس جمهوری چچن حکم اخیر عالی ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا در خصوص ممنوعیت هجاب استامی در محل کار را جنگ مخفی علیه ادیان توصیف کرد به گزارش آرتی رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن ضمن انتقاد شدید از حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا تاکید کرد که این حکم به معنای جنگ پنهانی علیه دین می باشد. حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا به سازمان ها و شرکت های فعال در این قاره اجازه می دهد طرح ممنوعیت استفاده کارکنان از نمادهای مذهبی از جمله حجاب اسلامی در محل کار را به اجرا بگذارند. بر اساس این گزارش رئیس جمهور چچن به عنوان یک جمهوری خودمختار واقع در جنوب غرب روسیه در این باره تصریح کرد از نظر آنها ممکن است محدودیت تدریجی آزادی مذهبی در نهایت به دست کشیدن جوانان از پایبندی به دین بیانجامد اما من کاملا اطمینان دارم که مسلمانان اروپا با صدای بلند به تلاش هایی که برای ممنوعیت کامل حقوق آنها می شود نه خواهند گفت قدیروف تاکید کرد به باور من پیروان سایر ادیان نیز موضعی مشابه در قبال حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا اتخاص خواهند کرد در آلمان نازی هم نسکشی بر پایه نجات پرستی صورت گرفت و در صورتی که برای عدم تکرار نسکشی سکوت کنید البته این بار بر پایه دین و مذهب هیچ گونه تضمینی وجود ندارد لازم به یاد است برای اولین بار دیوان دادگستری اروپا در دو پرونده مربوط به کارکنان دو شرکت درباره حجاب رأی داده است بر اساس این رأی کارفرمایان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق دارند کارکنانشان را از پوشیدن حجاب من کنند